تو همین مشهد شما یکی از علما شاید 20 سال قبل من میخواستم برم خواجه ربی، اینو گفتم بعضی جاها، شاید بعضی شنیده باشید، برنامه سخنرانی سالگرد مرحوم کافی بود، سخنرانشم من بودم، شاید 20 ساله. حالا مثلا دو روز مونده به جمعه، من بناس برم برای اونجا سخنرانی. یه وقت دیدم تلفن منزل والده زنگ زد، گفتن فلانی هست، گوشی رو دادن به من. یکی از علمای همین شهر شما که به من فرمود اسم من رو نبر ولی حرف رو به همه بگو. گفتم چش. به من فرمود آقای عاشق محسن کافی میتونی تا منزل ما بیای؟ گفتم چش. شما استاد ما هستید، از علمای بزرگ. رفتم خدمت ایشون، به من فرمود آقای کافی من در زمان حیات مرحوم پدرت یکی دو بار بیشتر پدرتو ندیدم، اونم رو منبر، از نزدیک با هم آشنا نبودیم، ولی شب جمعه گذشته یه خواب عجیبی دیدم، اینو میخوام بهت بگم، برای مردم بگی ایمان مردم قوی بشه. گفتم چشم آقا بفرمایید. ایشون گفت و من همون صبح جمعه در خواجه روی گفتم آقا چه قوقایی به پا شد. ایشون گفت آی کافی من یه وقت در عالم خواب دیدم تو یک فضای بسیار سرسبزی که دنیایی نبود، معلوم بود ملکوتی و آخرتی است، یه آدمی با لباس عربی سفید بسیار نورانی از جلو داره میاد. وقتی نگاش کردم دیدم مرحوم کافیه. میگه همینطور به من نزدیک شد، به هم سلام و احوال پرسی کردیم، گفتم آقا منو میشناسید؟ فرمود بله. گفتم من در عالم خواب متوجه بودم مرحوم کافی از دنیا رفته. گفتم آقای کافی شنیدم مردی، از دنیا رفتی؟ میگه همچین سرش رو تکون داد، گفت بله. گفتم وضعت چطوره؟ گفت داری میبینی اینا همش مال منه. میگه یه وقت در عالم خواب گفتم آقای کافی این حرفایی که رو منبر شما میزدی، ما تو درس ها میگیم، تو کتاب ها میخونیم، اینا راسته؟ میگه یه وقت مرحوم کافی گفت کدوم حرفا؟ گفتم این که شب اول قبر میگن سؤال نکیر و منکر است و بسیار شب سختیه، راسته؟ میگه یه وقت قسم خورد، گفت به خدا قسم راست. گفتم این که میگن مو رو از ماس میکشند، راسته؟ گفت به خدا دقیق تر و سخت تر از ایناست. گفتم این که میگن ذره ذره اعمال جواب داره، راسته؟ گفت به خدا. میگه هر چی من میگفتم اون میگفت به خدا راست. گوشاتون با منه؟ میگه سوالات متعدد کردم، یه وقت رسیدم به این سوال، گفتم آقای کافی این که میگن پل صراط از شمشیر برنده تر، از مو باریک تر، عبورش از هر چیز سخت تر، اینم راسته؟ گفت به خدا و قسم سختی صراط هم راست. میگه یه وقت تو عالم خواب بهش گفتم آهای کافی خب شما این مراحل رو گذروندی یا هنوز مونده بعد از اینه؟ میگه تا گفتم که گذروندی یا نه شروع کرد خندیدن، گفت الحمدلله ما که رد شدیم، ما عبور کردیم، گذشتیم. گفتم من دارم از خودت سوال میکنم، چرا میگی ما؟ مگر با کسی؟ گفت بله ما دست جمعی رد شدیم. گفتم با کیا بودی؟ گفت با خدمتگزارای مهدیه، با امام زمانی ها. گفتم دست جمعی رد شدید؟ گفت آره. گفتم چجوری رد شدی؟ میتونی به منم بگی ما هم یاد بگیریم؟ گفت آره کاری نداره، اول پل که رسیدی یا کلمه رمزو بگو رد شو. گفتم کلمه رمز؟ گو آره. گفتم کلمه رمز چیه؟ گو همه چیزی که همش من رو منبرا میگفتم. گفتم یادم نمیاد آقای کافی، میشه بگی؟ میگه خدا میدونه آقای عاشق محسن یه وقت تو عالم خواب دیدم کلمه رمز رو شروع کرد، اما با اون تون زیبا، با اون صدای قشنگش چی گفت؟ یبنا حسن یا ابن الحسن
کلمه رمزو شنیدی؟ یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.